تصور من این بود که اگر چنانچه قرار هنر بعد از قرنها در خانواده ها راه بده کنه، فقط موقعی است که خانواده ها احترام کنم هنر. پس اساس کار ما بالا بردن هنر نبود، بالا بردن سطح اجتماعی هنر بود. مهرداد پخربود با نام اصلی عزت الله مینباشیان در اسفند ماه سال 1295 به دنیا آمد. پدرش نصرالله مینباشیان موسیقیدان سرشناس عصر قاجار و رئیس اداره موزیک آن دوران بود و پدر بزرگش غلامرضا مینباشیان نخستین سرود ملی ایران را پس از مشروطه ساخته بود. همین پیشینه خانوادگی باعث شد از کودکی به هنر و موسیقی علاقمند شود. مهرداد پهلبود ابتدا در دبیرستان فیروز بهرام تهران درس خواند، سپس در آمریکا و سوئیس به تحصیل در رشته معماری و مهندسی ساختمان پرداخت. پس از بازگشت به ایران و هنگامی که به عنوان معلم برای آموزش ویولون به دربار می رفت، به گفته خودش در جریان یک ماجرای عاشقانه با شاهدخت شمس پهلوی آشنا شد و سرانجام آنها در اواخر دهه 20 در قاهره ازدواج کردند. سپس هر دو به مسیحیت گرویدند. مهرداد پهلبود پس از بازگشت به ایران در سال 1330 به ریاست اداره کل هنرهای زیبا منصوب شد. او در آذر ماه 1343 در کابینه دوم حسن علی منصور به عنوان نخست وزیر فرهنگ و هنر وارد هیئت دولت شد و از آن پس به مدت 13 سال و 8 ماه و 20 روز تا پایان دوره نخست وزیری جمشید آموزگار در شهریور 1357 در دولت‌های مختلف مقام خود را حفظ کرد. آن موقع وزارت فرهنگ حکم وزارت آموزش و پرورش فعلی را داشت و هنرهای زیبا بخشی از این وزارتخانه بود. این بخش بعدها به لطف عشق پهلبود به موسیقی و هنر و تلاش‌های خستگی ناپذیر او به وزارتخانه‌ای تمام عیار بدل شد. راه اندازی گروه کر ملی ایران، ارکستر سمفونی، سازمان ملی فولکلور ایران، سازمان ملی باله، تأسیس خانه اپرای ایران، تالار رودکی، ساخت و راه اندازی موزه های مختلف، حمایت از موج نوی سینما در ایران، راه اندازی مرکز تولید و نشر فیلم های مستند و عرضه این هنرهای نوپای ایرانی در عرصه بین الملل از جمله کارهایی است که او با حمایت و همراهی ملکه و البته با دردسرهای فراوان مثل وجود مخالفان مذهبی و کمبود بودجه انجام داد. مهرداد پهلبود یک وزیر واقعی برای فرهنگ و هنر ایران بود. او با وقوع انقلاب اسلامی در ایران به آمریکا رفت و در لس آنجلس اقامت گزید. سرانجام مهرداد پهلبود روز پنج شنبه 9 آگوست سال 2018 میلادی در سن 102 سالگی درگذشت.